وقتی که زنده بودن پیداشون میکردم. از غذا متوجه شدم که پسر یکی از عرفا، یعنی پس فرزند آیت الله انصاری همدانی در تهران است. خب تماس گرفتیم، وقت گرفتیم، رفتیم منزلشون. ایشون حقوق خونده بودن، یه مقدار از خاطرات پدرشون تعریف کردن و اگر اشتباه نکنم اینکه مثلا یه بار من پرسیدم آیا باید به قاضی رمشون دیده بودن، بکنم گفتن یه بار زخیر هم نجز به سمت خونه ایشون حرکت کردن، بعد توی مسیر انگار یه ندای شیرین از آقای قاضی که مثلا نیاد، یه همچین چیز اگر اشتباه نکنم چون ماجرا مال سال 1370. بعد ایشون فهمید که ما از در واقع ساکن مشهد هستیم، گفت شما یک بذارید یه عارف رو به شما معرفی کنم، و ایشون آقای شیخ جعفر مجتهدی رو معرفی کرد. اون زمان تا جایی که من یادمه هیچ کتابی برای ایشون نوشته نشده بود، یا اگر هم شده بود واقعا ما نیدیم. بعدها من کتاب لاله از ملکوت رو دیدم. خب ایشون گفت که یکی از دوستانم برام نقل کرده، اتفاق برای دوست ایشون اتفاق افتاده، یعنی با یه واسطه. ایشون اگر اشتباه نکنم باز در آلمان بوده، حالا دیپلمات بوده یا کارمند بوده. خلاصه میگه یه بار یه شب خیلی دلش میگیره، میگه دیگه ما اینجا اومدیم نه معنویتی، نه مسجدی، نه مراسمی، نه ولی الهی که ما بریم پیشش، و خیلی دوست داشته، یعنی توسل کرده که یه ولی الهی رو پاش میدید. حالا به خواب میره و در خواب میبینه که مثلا روز یک شنبه باید بره کلیسا و اونجا میبینید. برداشت از خواب این بود، قول تعجب میکنیم آقا ولی الهی تو کلیسا چیکار میکنه. یک شنبه میره به اون کلیسای محلشون، یا حالا اون کلیسای در خواب دیده بوده. خب همه چی عادی بوده، دعا میخوندن، مردم هم ایستاده بودن، فقط متوجه میشه که یک خانم میانسالی یه بچه مریضی رو، بچه فلجی رو بغلش گرفته و گریه میکنه. همینطوری که ایستاده بوده انتهای کلیسا، این دفعه میبینه که یک آقایی با یه دشتاشه سفید و یه در واقع چفیه یا پارچه سفید هم روی روسری سفید هم روی سرش انداخته، اومد و اشاره کرد که هیچی نگو و رفت به سمت اون خانم میانسال، و این آقا متوجه شد که هیچ کس ایشون رو نمیبینه. خب میگه ایشون رفت و یه دستی کشید به اون بچه فلج و برگشت، و بعد به من گفت که این خانم به حضرت عیسی متوسل شده برای شفای بچهش، و حضرت عیسی مثلا به امام زمان متوسل شده در واقع خواسته، و ایشون من رو فرستاده برای شفای این بچه. این ماجرا رو ایشون برای ما نقل کرد، و بعد گفت که قبر آقای مجتهدی الان در حرم در مثلا اون صحن قدیم یا صحن پایین پا اونجاست. خب چند وقت بعد من رفته بودم مشهد، علاقه من بود شدم که برم قبر ایشون رو زیارت کنم. من از همون زمان هم دعوت بود که خیلی چیزی رو بدون دلیل اینها قبول نمی کردم، رد هم نمی کردم البته، اما این که حالا یک کسی یه چیزی بگه قبول بکنم برام حتما باید کامل روشن بشه و یقین میکرد. لذا اونجا از امام رضا خواستم که من دارم میرم مثلا اگر ایشون ولی الهی جوری به من اینو نشون بده. گفتم هنوز کتابی هم نبود، کتابی هم ندیده بودم در مورد ایشون و مطلب روشن نبود. رفتم سر قبر ایشون که در یک اتاق، یک از اتاقای مربوط به انتظامات حرم اونجا دفنم، که الان قبر آقای یادم رفت اسمشون رو، ایشون اون همینجاست، آزاده‌ای که حالا هم پدرشون و هم خودشون تصادف کرد و مرحوم شدن در راه مشهد، آقای ابوترابی. خب من رفتم سر قبرشون، حالا یه جوون مثلا اونجا معمولا کسی هم سر قبرشون نمی‌رفت، یعنی کسی نمی‌شناخت. یه آقایی وارد شد، حالا یا ایشون بود اونجا که من رفتم یا وارد شد، بالاخره برای ایشون هم یکم تعجب آور بود که یه جوون اومده. خب من فاتحه اینا رو خوندم، ایشون هم یه چیزای خون، بعد ایشون باب صحبت رو باز کرد، گفت که این شعری که شما روی قبر می‌بینی رو من گفتم، حالا روی قبر یا روی قاب.
قاب فکر میکنه، قاب عکس. خب من شاگردای ایشون بودم مثلا، یعنی با ایشون بودیم و الان از قزوین آمدم امروز ایشون رو زیارت کنم و الان امام رضا رو زیارت کنم و سال قبل ایشون اومدم و دارم امروز بعد از ظهر برمیگردم. خب جالب بود برای من این به ظاهر تصادف که همون زمان یک کسی که ایشون رو میشناخت اونجا بود. بعد به من گفت که ماجرای این عکس رو میدونی؟ خب این عکس آقای مجتهدی اونجا با یه دشتاشه سفید و یه روسری سفید بود. خب آقای مجتهدی نمیذاشت کسی داشت عکس بگیره. خب منم قبل از امام رضا خواسته بودم که یک نشانه، یک کرامتی، چیزی برای ما خلاص نشون بده در مورد ایشون. این آقا که شاگردشون بود، حالا آدم مثلا 50 ساله اینا بهش میخورد، گفت که ماجرای عکس اینطوری بود. ما هی می‌خواستیم ازشون عکس بگیریم، ایشون نمی‌ذاشت. یه بار رفتیم و حالا یا خودش یا کسی یادم نیست، متوسل شدم به امام رضا که یه کاری بکن ایشون اجازه بده عکس ما عکس بگیریم. میگه همین که از حرم اومدم بیرون و ایشون رو دیدم خندید، یا ایشون اومد تو جلسه و ما رو دید و خندید و گفت که برای عکس گرفتن که کسی مزاحم امام رضا نمیشه، بدون اینکه ما بهشون بگیم که ما یه همچین توسلی و من یه همچین توسلی کردم، و بعد اونجا اجازه داد که ما این عکس رو ازشون بگیم. اینم یه خاطره که دوستان از من خواسته بودن در مورد آیت الله مجتهدی، ببخشید چون آیت الله نبوده، در مورد شیخ جعفر مجتهدی.